سلام به همگی امروز قرار این چهر دلبر رو با مناسبت ولنتاین با هم دیگه نقاشی کنیم خب برای کشیدن شخصیت دختر من از یه دایره استفاده میکنم چون همیشه برای کشیدن از سر از دایره استفاده میکردیم برای گوشهاش هم از دایره استفاده میکنم و همینطور دوم موهاش یه سری تراحی های سرعتی از فرم کلی صورت دارم یعنی با خط فرم صورت رو و موهاش رو مشخص میکنم و یه سری از اجزای صورتش مثل چشماش رو جاهاش رو مشخص میکنم یا دستاش رو و یه سه جزیات مثل گیره و پیرهن برای پسرم همینطور برای کشیدن صورتش از دایره استفاده کردم برای گوشهاشم از یه دایره کوچیکتر استفاده کردم بعد از اون به سراغ فرم کلی صورتش رفتم جایی که موها قرار داره و موهاش رو یه مقدار حجم کردم قلب توی دستشون رو طراحی کردم و با یه سری جزیات مثل انگشتای دست رو هی رفته رفته جزئیات بیشتری رو به کار اضافه میکنم مثلا بعد از کشیدن دست خب به سراغ چشمای پسر میرم و جای چشماش رو مشخص میکنم یا مثلا یقه لباسش ابرو دهن یا مثلا لباس دختره رو کامل تر میکنم و اون قلب پشتی رو تراهیش میکنم بعد از اینکه تراهیم تموم شد من با راپید راپید سرنازو حالا شما میتونید با خودکار یا یه مداد پررنگ این کار بکنید با راپید یه دور تر هم رو تمیز یعنی اون خطای نهایی رو پررنگ میکنم و به رنگ میپردازم از این قسمت اسکرین شات بگیر چون میتونی از روی این طراحی کنی و با طرح اصلی خودت مقایسه کنی اضافه پاک کنم پاک میکنم و حالا به نظر اسکرین شات رنگ کردن موهای پسره رنگ مشکی رو انتخاب کردم و خیلی یه دست رنگ میزنم. تقریبا دو بار رنگ زدم تا کامل تمام سفیدی های نقاشی پوشونده بشه و خب هیچ سایه خاصی نزدم. اما واقعا باید دقت کنین که با حوصله رنگ کنین و خیلی صاف و یه دست رنگ بزنین. برای موهای دخترم اول رنگ قهوه‌ای کم رنگ رو برداشتم و خیلی یه دست رنگ زدم مثل موهای پسره. و بعد از اون برای زدن سایه های موهاش که یه حالت جذاب تری بگیره قهوه یه تیره رو برداشتم شروع کردم از پایین موهاش به رنگ زدن و حالا مثلا یه جاهای مثل نزدیک های کشموش که بسته شده ام... کلا سعی بهش حج بدم به ویدیو اگه خوب نگاه کنی متوجه میشین منظورمو و بعد از اون رنگ مشکی برداشتم و خیلی 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 کم و با فشار خیلی دست کم با فشار دست خیلی کم سایه ها رو کردم بعد داده مشکی یا خودکار یا همون راپیدم هم برداشتم و داخل چشمش رو سیاه کردم من اینجا اولش دو تا سفیدی گذاشتم اما موقع رنگ کردن اینا گم شد یعنی آتی رنگا شد شما حواستون باشه که این اتفاق نیفته اگه افتاد میتونین با غلطگیر دوباره اون سفیدی ها رو بذارید من این کار با خودکار سفید انجام دادم اما خب بهتر از اول سفید بمونه برای رنگ کردن صورت این شخصیت ها من کرم یا گلبهی و رو برداشتم توی رنگ رنگی 24 رنگ و خیلی کم با فشار دست خیلی خیلی کم زدم در حد اینکه رنگ بگیره یعنی اگه من بخوام به شما نشون بدم شما میبینید که چقدر سفیدی بین این رنگ ها هست چون اگه من تیره بزنم خب رنگش به صورتی میره همینطور دست دختران رو رنگ کردم به این موضوع توجه داشته باشین و رنگ قرمز رو برداشتم و خیلی با فشار دست کم سکرم بر لپاشون قرمز کنم من دوبار رنگ رو گذاشتم و بعد از اون با دستمال کاغذی این رنگا رو محو کردم چون بخواین نه جای خطاش میمونه و خب بعد از اون به سراغ رنگ کردن قلب رفتم من یه دور قرمز دادم چون خب رنگ قلب قرمزه حالا شما میتونید رنگ مورد علاقتونو بزنید ولی خب به طور معمول بعد رنگ قرمز بزنید دو دور کامل رنگ زدم تا هیچ سفیدی نمونه و بعد از اون رنگ صورتی رو ورداشتن صورتی کم رنگ و لباس دختره رو خیلی آروم و یه دست رنگ زدم یعنی البته خیلی کم رنگ این کارو کردم و رفتم یه صورتی تیره تر ورداشتم و سعی کردم همینطور که تو شکل میبینین با فشار دست کم یه مقدار سایه بدم و گوشه ها رو تیره تر کنم گل سرشم رنگ دل ولی من خواستم با لباسش ست بشه پس همون صورتی رو زدم من اول یه آبی و برداشتم یه تقریبا یه آبی اسمشو نمیدونم و خواستم که سایه بزنم اما بعد از اینکه نوک مدادم شکر پشیمون شدم و یه مداد آبی دیگر برداشتم و خیلی یه دست رنگ زدم اما با این حال سعی کردم با فشار دست یعنی یه قسمت رو تیره تر یعنی فشار بیشتری بدم تا تیره تر بشه و یه حالت سایه بگیره برای یه قشم هم, هم آبیو زدم اما چون برای لباسش قبل زیرش یه آبی دیگه بود خب رنگش یه مقدار شد رنگ قرمز هم برداشتم و قلب پشتی رو خیلی کامل و یه دست رنگ کردم بازم میگم میتونین طرح دلخواهتون رو بزنین اگه دوست داشتین میتونین یه نوشته تبریک یا یه اسمتون رو چی از زیر این کار بنویسین در نهایت هم اینجا خودکار سفید رو برداشتم و سفیدی چشماش رو گذاشتم این ویدیو رو دوست داشتی که حتما لایک کن سوالی هم داشتی که حتما تو کامنت ازم بپرس و حتما ما رو دنبال کن چون کلی آموزش دیگه براتون میذارم که مطمئنا خوشتون میاد هم تو سبک فانتزی و هم تو سبک های هایپر رئال و سیاه قلم دوستتون دارم خدا نگهدار